بله خود اون خودشان خیلی ناقابل بودن، ولی خودشان محبت فرمودن و دست مبارک خودشان معمم شدیم و موقعی هم که حسن امام را مثلا بعد سلمان بذارن آیه شریفه را تلاوت فرمودن: یا بنی آدم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوا ذلک خیر. مثلا این آیه را تلاوت کردند و بنده دست سال پیشان محمد شد. خب خدمت شما عرض کنم که شاه هم که بعد از اون جریاناتی که بالاخره پیش آمده بود، بعد از جریان حساب شهریور 20 و اینا دیگه حسابی به حساب قول معروف ضعیف شده بودن و نمیتونستن در مثلا مقابل مرحوم آقای بروجردی که یک مرجع مثلا تقریبا یگانه بود بتونه تاب بیاره. و اون وقت مرحوم آقای بروجردی هم عرض کردم یه جامعیت خاصی، یه زیرکی های خاصی داشت که مثلا فراست هایی داشت که قبل از اینکه یه بخواد حادثه اتفاق بیفته پیش بینی میکرد و مرحوم حاج احمد را مثلا میفرستاد و یه جوری به طرف حالی میکردن که حواست باشه، خلاصه تو حق نداری اینجا فضولی کنی، خلاصه بهش حالی میکردن. مطلب این بود که دیگه تا ایشان بودن جرأت نداشت که کاری انجام بده. تا ایشان که رحلت کردند و مثلا فوت ایشان پیش آمد، اون وقت دیگه مثلا یه کارهای دست دادن که نباید دست میزد. از خصوصیات اخلاقی مرحوم آقای بروجردی خواست خصوصیات اخلاقیش که عرض کردم، باز من در محدی نبودم که بعد این را از افراد بلاخره بزرگتر از بنده و افراد شایسته تر از بنده بپرسید، ولی و اندازه که بود ایشان به تربیت طلاب خیلی علاقه من بود، برای تشویق طلاب خیلی علاقه من بود. مثلا میدونم که به بنده ناقابل حاضرن در مثلا اتاق خصوصی خودشون بپذیرن برای مثلا معمم کردن و اینها، اینطور علاقه های خاصی به طلاب داشتن. این به همین خودش دارم میشد که حوزه گرم باشند و طلاب هم مثلا مشغول کار باشند و فعالیت کنند. به یه جمله مختصر بخوام بگیرسن، واقعا خب تا معنای جامعه مثلا مرجع تقلید جامعه شرایط به معنای واقعی بود که نیاب واقعا میشه گفت که لیاقت نیابت حضرت داشت. خیلی عجیب بود اصلا، مخصوصا به حساب تشریحشان خیلی تشریح عجیبی بود، هم آیان علما هم عوام مردم از شهرستان ها اینا. و از اون مهمترش چقدر مجالس به حساب ترحیم و مجالس خط که سابقا دیگه نداشت، لاحقا هم نداشت. سابقا من که در حد من که فکر میکنم یادم نمیاد که تا برای عالمی، برای بزرگواری تا چهلامش همه پشت سر هم این مجلس برقرار بشه و مجلس یاد بود گرفته بشه. مجالس رو کیا میگرفتن؟ چجوری بود؟ خدمت شما کنم مجالس رو خب اول آن مراجع بعد از ایشان مثلا فرسنید که گرفتن، یکی مجلس گرفتن، بعد از اونها مثلا فرسنید که طلاب شهرستان و هر شهرستانی برای خودش مثلا فرسنید که طلاب شهرستان کجا 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 همطوری جدا جدا مجلس میگرفتن و هر جایی هم که طلابش به حساب اونجا مجلس اقامه میکردن از اونجا هیئتهایی میامدن در اون مثلا مجلس شرکت میکردن. و خلاصه اینطور نبود که مجلس هم خلوت بشه در اثر پی در پی بودن و پشت سر هم بودن، همینطور مرتب و مجلسش با عظمت و با شکوه هم بود، در اصل اینکه هم مردم علاقه زیادی داشتن، همین که خب طلاب هم واقعا با همت کردن برای بزرگ داشتش.